سرخط تازه‌ترین و مهمترین خبرهای روز. یک دکتر زن توسط افراد مسلح ناشناس در مرکز تخار به قتل رسیدند. درگیری دو خانواده بر سر زمین در غور 9 زخمی بر جای گذاشت. و در یک خبر عاجل، انا لله و انا الیه راجعون، کمر مارشال عبدالرشید دوستم شکست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابلویز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع اخبار روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد یک دکتر زن توسط افراد مسلح ناشناس در مرکز تخار به قتل رسید. مسئولان شفاخانه ولایتی تخار در شمال شرق کشور می گویند که افراد مسلح ناشناس یک دکتر زن را در شهر طالقان مرکز این ولایت به قتل رساندند. حیات الله امامی عامر شفاخانه ولایتی تخار گفت که این رویداد حوالی ساعت 7 شب گذشته پنجشنبه 24 عمل در ساحه چشمه شیر شهر طالقان در مسیر شهرهای تخار قندوز رخ داده است. آقای امامی همچنین گفت که این دکتر ذاکره نام داشت و در شفاخانه ولایتی تخار دوره تخصصش را سپری میکرد. با گفته او ذاکره 27 سال سن داشت و 7 ماه باردار نیز بود. از او یک کودک 1 ساله نیز بر جا مانده است. عامر شفاخانه ولایتی تخار افزود که این دکتر قبل از رسیدن به شفاخانه جان باخته و تلاش های دکتران برای نجات کودک او نیز نتیجه نداده است. با گفته امامی هنگام وقوع این رویداد برادر و همسر این دکتر نیز همراه او بودند اما به آنها آسیبی نرسیده است. او افزود که این موضوع را با فرماندهی امنی طالبان در تخار شریک کردند و هنوز عاملان قتل بازداشت نشدند. با این حال مبین صافی سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در تخار در مورد وقوع این رویداد اظهار بیخبری کرد و گفت که چنین قضیه در اداره پلیس ثبت نشده است. این در حالی است که برخی از شهروندان کشور مدعی‌اند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میزان قتل‌های مرموز و هدفمند و همچنین جرایم جنایی افزایش یافته است. طبق یک خبر دیگر روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می‌نویسد درگیری دو خانواده بر سر زمین در غور 9 زخمی بر جا گذاشت. منابع محلی در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور می‌گویند که در درگیری دو خانواده بر سر زمین در این ولسوالی 9 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این درگیری روز گذشته پنجشنبه 29 حمل در روستای روغنقل ولسوالی لعل و سر جنگل رخ داده است. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت غور نیز گفتند که در یک منازعه حقوقی در روستای روغنقل ولسوالی لعل و سر جنگل این ولایت 9 نفر از دو طرف زخمی شدند. و در یک خبر عاجل مختار آفایی در برگه تویتر خود می نویسد عبدالصبور فاریابی از مبارزان جبهه آزادی افغانستان بود که شب سه شنبه در نبرد با طالبان در سالنگ جان باخت. او در دولت پیشین افغانستان افسر ارتش ملی بود. انا لله و انا الیه راجعون. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید جهت حمایت کانال یوتیوب کابلویز را سابسکرایب نمایید. تا دور دیگر بدرود.